فیلم همیشه قهرمان با بازی رضا بیک ایمانوردی و مرجان محصول سال 1351. داستان فیلم از این قراره که عوامل نائب خان مردی به اسم عباس علیو که اجاره خونه عقب موندهش رو پرداخت نکرده از خونه میندازن بیرون. امیر با بازی رضا بیک ایمانوردی فرزند نائب خان جانب عباس علیو میگیره. امیر تو کافه اعتصام با شیرین با بازی مرجم که خواننده کافه باشه آشنا میشه و متوجه میشه که قاسم قصد داره اونو اقفال کنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. درسته همین ماشینه، شمارش هم همون بود که میگم. امیر، آقای راننده، یه مسافر به اسم امیر شبدیز نداری؟ چرا خانم، تو ردیف سوم نشستی. الان که نیستش. امیر شبدیز، امیر شبدیز چیه؟ کی کار داره؟ امیر، تعجب نکن امیر، همه چیز برام روشن شد. فیلم صبح خاکستر با بازی رضا بیک ایمانوردی داستان احمد رمزیه که میخواد از گاوصندوق یه شرکت سرقت کنه. شریکش جلال به پلیس اطلاع میده و در نهایت حسابدار شرکت با دیدن احمد سکته میکنه و میمیره. احمد دستگیر و روانه زندان میشه. چند وقت بعد محمد پسر حسابدار شرکت برای انتقام گرفتن از احمد از خرمشهر به تهران میاد. با هم قسمت‌هایی از این فیلم رو تماشا میکنیم. تو این مدتی که اون تو بودم خیلی به اینجا رسیدی، پاک این رو روش کردی. خوش واسه خاطر توه، دلم میخواست وقتی برمیگردی همه چیز واسه تازه باشه. اینا رو که گرفتی؟ اصلا یادم نبود. خیلی گشتم تا عکاس خونه اون فوتو رو پیدا کردم. تابستون بود یادت میاد گفتی بریم پارک هوایی بخوری. بعدش تو گفتی عکس بگیریم، انقدر حده داره بود که فوتو بهش برخور. خیلی قشنگ شد، انگار دیروز بود. ولی اون تو واسه من یه عمر گذشت. تو این دو سال جای خادیر تو رو با این عکس ها پر میکرد. این دو سال به منم خیلی سخت گذشت. اون تو داشتم دق میکردم، دلم واسه یه ریزی شده بود. اما دلم میخواد وقتی میرم تو کوچه، وقتی از قصاب گوش میخرم یا میرم سر نونوایی، همه با دست نشودن بدن و بگن این زن احمد آقاست. بالاخره احمد آقا گرفتش. تو نمیدونی تو این دو سال چه آرزوهای تو سرم بوده احمد. تو به همه ی آرزوهات میرسی پوری. کی با هم عروسی میکنی؟ اینقدر جلی نکن، یه چه دیگه بسن بری. فیلم نفسگیر محصول سال 1357 راجع به قاچاقچی سابقه داری به نام صادق سرداریه که رضا بیک ایمانوردی نقشش رو بازی میکنه. صادق با همسرش پروانه با بازی زرینه زندگی میکنه. اون در حین فرار و درگیری با دیگر قاچاقچیان همسرش رو از دست میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. شیشورم این آینه، اگه گفتی این مال کیه؟ یعنی ما اینقدر خنگیم؟ خب معلومه مال بچه مونه. اوه اوه اینو نگاه کن، موش بخوره تدویم چه غزه. زن اما بچه ما پسره، این تونه که دخترون هست. خدا کنه دختر باشه، دختر خیلی خوبه صادق جون. خدا کنه هم پسر باشه هم دختر باشه. وا مگه چه خیالی داری؟ این زن ها چه غزه کچ خیاله. منظور ارزم اینه که دو قلو باشه، هم پسر باشه هم دختر خدا باشه. کنه. خدا کنه یه قلش مال من باشه یه قلش مال تو. دو قلو دوست داری؟ جایی شکر دقیقه تالاری در باز کن. سبکو میبینم چیه؟ باز کنید.
بله فرمایید. ما باز داشتیم. فیلم حسرت که تو سال 1354 ساخته شده، راجع به علیه که مباشر و سرپرست کارخونه داییشه. علی با دختری به اسم مریم آشنا میشه، اما دختر داییش که به اون علاقه داره سعی داره بین رابطه علی و مریم فاصله بندازه. بخشی از فیلم حسرت رو با هم تماشا میکنیم. ما دنبال بعضی کارا نرفته بودیم، مریم رو بردم و برش گردوندم. من که منظوری نداشتم اخری. چرا به خودت گرفتی؟ خیلی خوب، اگه خیال داری شروع کنی بکن، من امروز کاملا حالشو دارم. مسلمه که حالشو داری. اگه یه خورده بیشتر موتور سواری میکردی بهترم میشدی. من سر به سرش نسر. ایرج کجاست؟ یا مسته یا رفته مست کنه. بیا برش کن. وای که چه حرارتی. فیلم سینمایی ناجورها با بازی فردین و بیک ایمانوردی داستان مردی به اسم اسلامه که خودش رو به زندان میندازه تا انتقام زنش رو از رضا که به اون تجاوز کرده بگیره. اما بعد از رویارویی این دو نفر مشخص میشه که فرد دیگه ای تو این ماجرا نقش داشته. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کی بیاد؟ سرکار جان اونه؟ من کشیتمش. دارا بیرامی سرکار، من خودم کشتمش. الکی میگی جناب سروان؟ اصلا به قیافه مظلوم مهربون این میاد که بتونه حتی یه موریچه رو بکشی؟ لامروفت بیرامی سرکار، من خودم کشتمش. خودم سرکار این نمیفهمه چی میگه. تو رو چه به این کارها پسر؟ دروغ زن، چرا پرت و پلا میگی؟ بیلم کن بابا، حوصله داری؟ ای دیگه چشانه بریا. زندانی شما همینه؟ بله جناب سروان، ازتون متشکرم. خواهش میکنم، وظیفه ما بود. زندانیا تحویل شما هستن. بیایید بریم سراغ بقیه. ما تواکم سرکار جان. واکن اخماتا پریشو شام پریشو. این سرکار دست از سر باور نمیداره، بس که ما را دوست داره، خدا به خدا عمرش بده. میگم دستبند اولی خوشگلتر بودا. یالا را بیفتین. خیلی خوب فشار نده. بیان دیگه. خیلی خوب بول نده. من چرا این کارو کردی؟ چرا رضای نارضا؟ برای اینکه دیگه از تو جدا نشم، هر جا بری به خدا همه راهت میام. نه ای که خیلی ازت خوشم میاد. هنه ها خوشم که میاد.